سلام اینجا خاطکسته یه خیلی خودمونی من ایمان هستم میزوان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام فرزادم هست سلام سلام چیه این حکستون <تصفح> چیه؟ این نه, نه گفتم امروز من که آمده هم میگم دوباره فرزاد بعد امروز ابزاد سر 99 ماست با ابزاد کارون برگشتیم و کلی چیز جالب برامون داره برامون بگه چیزی که میخواستم بگم ابزار بعدی ابزار دیویسته با سرپرایز میایم کارو میگه که اصلا مهم نیست که ابزو 200 یا 200 نیست مثلا چه اهمیتی میتونه داشته باشه این فرق من چیه حالا ایمان میگه که خیلی مهمه فرق من, چیه بگو اینی که تو از اونایی که مثلا ولنتاین رو جشن میگیریم از اونایی هم که برای من هر روزم میتونه ولنتاین باشه دیویست چرا دیویست و غیر دیویست نداره چه فرقی داره 299 یه سری خطا رو رد نکنیم بچه برای ما خیلی مهمه 250 بعد چیزی که هست اینه که هفته دیگه میتونیم اگه بخواین لایف بریم لایف حالا حالا سورپرایز داریم ولی یه دونه سورپرایز داریم آره. حالا برای اگر که چیزی به نظرتون میواد که ما باید انجام بدیم بهمون بگید اپیزود 200 هفته دیگه است هفته دیگه سه شما برای ما چی داری؟ آصاب نور از همه بر تو چشمانه از اونجا میخوره به اون ساخته بوده اون بری میاد تو چش همه میخوام برن تو چشت آره این هفته من داشتم یه پادکستی گوش میدادم بیا اصلا زندگی اون شده ریپورت کردن تو پادکست های مختلف این پادکست زیباییه پادکست Stuff You Should Know اینو احتمالا گوش دادید بعد لوگوی قرمز داره آفرین این زیبایی داره و این داشت راجب ساینتیفیک مثد یا روش علمی صحبت میکرد بعد من دیدم که بسیار مناسبه که ما اینجا هم یه دور صحبت کنیم حالا خیلی مفهوم پیچیده ای نیست خیلی اه... میشناسنش همین الان باهاش روزانه دارن کار میکنن اونایی هم که نمیشناسندشون ما الان معرفی میکنیم خود مفهوم خیلی مفهوم ساده ایه ولی چیزایی که از توش اومده بیرون تا الان خیلی مفهوم پیچیدم از توش در اومده بعد من رفتم که تعریف علم رو از دوست عزیزمون ویکیپدیا بخونم اول اینکه ویکی‌پدیا نه برای شما میفرستی یا نه که دونیت کنید بهش یا نه هر هفته آره یه مدل من میفرستاد فهمید من اسپانیا هم لیول کردم دونیت کنید دیگه چرا نمیگم من دو ماه از سال یه بار دونیت دلار 5 دلار چقدر چیزای مختلف هم میگن دونیت کنید ببین شاید هفته یه بار دانشگاه اون داره برام میفرسته نه اونا رو ول کن اگه تو یه دونه از اپیزوداتو داری از ویکی‌پدیا میخونی باید بری دونیت کنی باید باید چه داری استفاده میکنی دیگه باشه سالی 5 دلار میخوای بدید ویکیپدیا این همه خرج میکنی و کسی که از اپیزودهای ما چیز میخوان با 5 دلار بیان بید. نه نه میگی <تصفح> نه حالا تعریف علم رو خیلی خشک براتون میگم ولی اونجا به بعدش سعی میکنم یه ذره خیلی دیگه انقدر حسن سربر نباشه آره تو آره. ویکیپیدیا میگه که به معنی اقدام قاعد من در جهت توسعه و سازماندهی هدفمنده اطلاعات با ارزش جهان شمول است جهان شمول خیلی مهمه یعنی تو همه دنیا این بشه شمول کرد آره اعمالش کرد که در قالب تفسیرهای قابل آزمایش و پیش بینی درباره جهان صورت میگیرد تفسیرهای قابل آزمایش این خیلی مهمه علم چیزی که باید قابل آزمایش بشه من اگه یه ادعای علمی میکنم چهار نفر دیگه به جز منم باید بتونن برن این رو ثابت, امت... ثابت نه امتحان کنن و ببینن که حرف من درسته که اگه نشه امتحانش کرد نیست شبه علم خرافه است چیزای دیگه است <تحد Exchange> بگو اصلا تو این اصلا یه جور شبه علم خرافه است خاک بر سرت بر <تحد> آره بعد حالا این وسط ما دو مدل استدلال داریم که اینا رو توی دبیرستان دوی خوندیم هممون واسه اینکه به مفاهیم جدید علمی برسیم استدلال استقرایی داریم و استدلال استنتاجی خب استدلال استقرایی انگلیسی چیه ایمان؟ اصلا نخوندم این رو تو در اینداکتیو بهش میگن آه. که در واقع از جز به کله یعنی روش با. نتیجه گیری کلی بر مبنای مجموعه محدودی از مشاهدات و یعنی که مثلا من یه سامپل میبینم دو تا میبینم چهار تا میبینم صد تا میبینم نتیجه میگیرم که از اینجا به بعدم هم همه مثلا نمونه هایی که من میبینم این ویژگی رو دارن این میشه روش نتیجهگیری کلی بر مبنای مجموعه محدودی از مشاهدات استقرا استدلال استنتاج آره این استدلال استنتاجی داریم که چیه بگو دیداکتیو ریزنینگ بهش میگن که این از کل به جزء روش نتیجه کلی بر مبنای حقایقی که درستی آنها رو از پیش پذیرفته ایم یعنی یه چیزایی قبلا اثبات شده میدونیم درسته قانون حالا هر چی که هست ما از اونا استفاده میکنیم یه مفهوم جدید دیگر رو اثبات میکنیم یا درستیش رو نشون میدیم این میشه استنتاج که بحث سر این دوتا زیاده ولی نظرات ها مختلفه ولی اکثریت میگن که این باید بر اساس استنتاج باشه استقرار خیلی جایی نداره چون میتونه مشاهدات ما غلط باشه داره ارور باشه هرچی ولی خب خیلی از هم با استقرار نشون داده شده و درستیش پذیرفته شده مهم. دو تا مثال میزنم که این از, از, این تعریف خشک در بیایم مثلا نمونه مثال استقلال استقرایی چیه که گفتیم بر مبنای مجموعه محدودی از مشاهداته من فرض کنم میگم که همه انسان ها میمیرن همه انسان که من دیدم میمیرن با مجموعه محدودی از مشاهدات مرتزا هم انسانه مرتزا پس مرتزا میمیره خب میشه استقرام زدم چون گفتم که هرچی من دیدم مرده حالا استنتاج این قضیه چی میشه؟ همین مثال همه انسان انسانها میمیرن این اصله یه کلیت همه انسانها میمیرن مرتزا انسانه پس مرتزا هم میمیره مرتزا پس تفاوتو معلوم بود دیگه تو چیه؟ تو اولی من مشاهدات خودم ازش یه نتیجه گرفتم تو دومی از یه قانون کلی که همه انسانها میمیرن یه نتیجه گرفتم میگن <applause> که اکثریت چیزا باید بر اساس باید باشه. حالا روش علمی اینجا تا الان علمو گفتیم و دو تا اتسل رو, رو روش علمی چی میگه میگه یه فرآیندیه که فرآیند آزمایشیه که ما اونو دنبال میکنیم که مشاهدات خودمون رو راستی آزمایی کنیم جواب پرستش هایی که برامون پیش اومده رو بگیریم بدیم و این تفاوتش با بقیه حرفا اینه که راستی آزمایش شده امتحان شده آزمایش شده همینجوری مثلا یه چیزی نیست که بعد خودم گفته باشم و حالا اکثر پژوهشگرای گرایش مختلف باید این رویه رو رعایت کنند. تمام علوم های مختلف حالا چه زیست شناسی باشه چه شیمی فیزیک نمیدونم کامپیوتر همه اینا دارن این مفاهیم رو رعایت میکنند که به نتیجه قابل اعتناع برسن که این رویه اینه خیلی جالبه خیلی هم ساده است شما یه مشاهده ای داری یه چیزی رو میبینی خب برات پرسش میشه که مثلا آیا این به فلان چیز ربط داره یه فرضیه ای مطرح میکنیم اون فلان چیز فرضی است من پرسشم رو به شکل فرضیه مطرح میکنم که مثلا آیا این مفهوم هست بعد یه آزمایش رو من طراحی و اجرا میکنم اه. یه تعداد مشخصی بار نتایجش رو تحلیل آماری میکنم داده ها رو جمع بری میکنم تحلیل میکنم نتیجه رو مخابره میکنم نتیجه میتونه فرضیه من رو تایید کنه یا رد کنه درست جفتش مخابره کردنش دارای ارزش علمیه و نکته اینه که توی اون طراحی و اجرای آزمایش ما باید سوگیری نداشته باشیم بایس نباید باشیم که یه جوری آزمایش رو طراحی کنیم که به سمت اون نتیجه مطلوب ما پیش بره این کار ل... نباید انجام بشه لایند یه زی که میگن میگن که همون موقعی که میخوایی آزمایش رو تراحی بکنی تو معمولا تو ذهن خودت یه حالا نتیجه ای که بابت میل خودت یا خودت فکر میکنی درسته رو تو زن خودت هم طراحی کردی برای همین خیلی باید مراقب باشی آزمایش هایی که طراحی میکنی آزمایش رو در واقع نتیجه تو به سمت اون سو نده یعنی سوگیری نداشته باشی مهم. حالا از اینکه یه مثال بزنیم که این روند روش علمی چجوری انجام میشه اینه که ما ایمان رو میبینیم هی؟ بس شک میکنیم که این وقتی میخواد جوک بگه قبلش مثلا چشاش گشاد شده یه لبخندی هم داره میزنه این قبل جوکه خب این مثلا من این مشاهده رو انجام دادم چه مشاهده بدی خب آره بعد این سواله برام مطرح میشه که آیا مثلا همیشه قبل از جوک گفتن ایمان ایمان مثلا چشاش رو باز میکنه و لبخند میزنه یا نه خب این مشاهده بس. این فرضیه منه بعد من میام پنج بار مثلا این مشاهده رو انجام میدم خب میبینم که عین ای پنج بارش قبل اینکه جوک بگه همین کارو کرد. ولی هم خورد و این جوکر رو بعد مثلا یه ثانیه گفت بی بعد میام اینو با فرزاد و فرهادم در ارتباط میذارم که آقا من مثلا این فکر رو میکنم اینا هم میرن آزمایش من رو تکرار میکنن من شرایط آزمایش رو کامل بهش میگم اینا میرن آزمایش من رو تکرار میکنن یعنی قابل آزمایش بودن فرضیه ای این وسط خب اینا هم مثلا میرن می بینن که آره مثلا یا حرف من درسته یعنی نتایج فرهاد و فرزادم منطبق با نتایج منه که ما نتیجه میگیریم که ایمان قبل از جو گفتن چشاش گوشاد میشه لبخند میزنه مثلا یا رد میشه فرضیه من اگه قبول بشه بهش میگن نظریه بله تئوری خب مثلا یه جایی صحبت میشه مثلا میگن تئوری علمیه آزمایش انجام دادن دیدن خروجی در واقع با اون حرفی که میزنن نتیجه گیری بر مبنای داده هایی که جمع آوری شده تئوری ایمان چشکشا آره اون میشه نظریه تئوری یا اینکه رد میشه که در همون لول فرضیه میمونه و جلوتر نمیره یه چند تا آها یه داستان دیگه از حالا اگه دنیا بدون خنده های ایمان وجود نداشته باشه به این مشاهده من چی میگن؟ میگن قانون علمی خب به این میگن که SCIENTIFIC لا با پرنسپل مثلا یکیه این فکرم فرق داره آه. آه. خب هی. ولی اگه دنیا منظورت چیه؟ یعنی اینکه اگه مثلا خندای تو نباشه مثلا دنیا از بین بره که خیلی. اگه جاذبه رو زمین نباشه مثلا زندگی ما مختل میشه <تصفح> قانون جاذبه ما داریم میگه این جاذبه اگه نباشه زندگی این مدلی ما مختل میشه درسته حالا اگه مثلا توی مشاهده من اون اتفاق نباشه روند دنیا مختل بشه به اون دیگه نظریه نمیگن فرضیه نمیگن میگن, قانون میخوام دنیا نباشه اگه لبخند آره, نباشه. آره. <تصفح> او دایسی که <تصفح> حالا سال 1665 رابرت هوک 1665 هم میدونسته اسم یارو رو رابرت هوک چیزی نیست از میکروسکوپ استفاده که از سلول رو دید بله داروین 1859 اینا استقرا زدن ها داروین اینا استقرا زدن تکامل با انتخاب طبیعی رو با هزاران نمونه نشون داد ایمان خودمون سال 2020 بعد از دو سال و نیم تلاش نشون داد که همیشه تو میتونی یه کاراکتر اشتباه فارسی رو توی نوشتهات بزنی صدای هیچ هم در نیاد دو سال و نیم رو این قضیه کار کرد آقا این درست من میزنم <applause> فرضای توضیح میدی این چه اتفاقی که ایمان من میخوای خودم تو روش علمی من اصفات خودم توضیح بدم اول که هیچ کس رو نمیره فقط خودمون میبینیم <applause> چرا <تصفيق> فقط تو گروه ما میاد اون چیزه اون نوتیفیکیشنی که به من که به ای که این پست شد <applause> به پابلیک نمیگه اون به پابلیک اصلا با با نمیره یک اون نوشته رو تو داری یه استفاده میکنی دیگه دو این که شما به من گفتی از کامپیوتر بزن من رو با کیبورد کامپیوتر زدم من گفتم بهنویس نه رو تو میری من میدونم میری نوالا. اینا با کیورد گوشی میزنم اینا رو چه جوری برا تو این کاراکتر تولید میشه برای من نمیشه من کیورد تو چیه کیورد تو فارسی یا عربی فارسیه من, من فارسیه من عربی زدم فارسی هم زدم این اتفاق نمی اصلا اینطوری یه کاراکتر زد دبلیو نمیدونم چی چی ایمان بلده تولید ایم... کنه من فکر کنم میدم چرا دو سال و نگارش من نگارش تو متفاوته چرا من بین اه... فهمیدم چیه, چیه خب خوبه. بگو گوشی یه گوشی میخوام نه توضیح بده نه موقعی که میخوای فارسی بنویسی یه خط داره که بده من به من بیارم که بتونم یکی از بهترین چیزایی اینه که تو گروه ایمان اینو میفرسته <تصفح> کارونم هرس میخوره ببین اینو ما ما مثلا میخوای بزنی مثلا تات مثلا حالا ارزی ایمان ای داره تایپ میکنه رو موبایل آره منم تایپ میکنم اینو اگه بزنی خب نیم فاصله دیگه آره نیم فاصله من استفاده میکنم خب من که بهت گفتم نیم مشکل نیم فاصله است من رفتم اون زد دبلی رو در آوردم گفتم 0 بیت نمیدونم فلان این مشکل نیم فاصله است خدا لعنت کنه نیم, نیم گوش میده میگه به. آره حالا خلاصه ایمانم تو دست اینو اثبات کنه سال 2020 همینی که است از فرده دیگه همینم نیست هنری کوندیش سال 1798 نیروی جاذبه رو مثلا تو آزمایشگاه اندازه گیری کرد روش علمیه ببینید توی فیلدهای مختلف فیزیک شیمی پادکست اینا همه ازش استفاده میکنن یه مفهومی رو درستیش رو نشون میدن و حالا قبل هم صحبت کرده بودیم که فقط ریاضیاته که مطلقه هیچ کدوم از این اثباتهای علمی به جز ریاضیات هیچ کدومشون این نظریه های حالا علمی اثبات غایی نیستن اثبات نهایی نیستن پس سردو ممکنه یه آزمایش دیگه انجام بشه که نتایج آزمایش امروزی رو نقض کنه بله خب در واقع این نتایج مفاهیمی هستن این نظریه ها مفاهیمی هستن که شرایط رو تا لحظه الان بر اساس اطلاعات به دست اومده به بهترین شکل توضیح میدن توضیح میکنند. چی تو فکرت ایما؟ دارم سعی میکنم بفهممش دارم با خودم مرورش میکنم آره تا لحظه الان توصیف میکنن به درستی ممکنه پس آزمایش دیگه ای انجام بشه اینو کلا رد بکنه آره و اینو, در... اینو در... کلا میتونه رد بکنه یا اینو تکمیل میکنه همه اتفاقا ممکنه بیفته اوکی. یه قانون جدیدی کش میشه یه پدیده جدیدی کش میشه اطلاعات امروزی رو غلط بودنش رو اثبات میکنه یه زمانی شکر, خوبه. آره. دقیقا شکر دقیقا خوب میگفتن خوبه شکر شیر گاو خوب بود الان فهمیدیم ای آقا شیر گاو بده آووکادو میگفتن خوبه الان میگم مثل این که نه مشکل اینو ما نمیدونه سبزی در تلویزیون ایران گفتن که سبزی زیاد نخورین برای معده بده هیچی مبارک هم باشه حالا به یه زبان دیگه تمام این نتایج آزمایش ها چی رو نشون میده اینو نشون میده که اگه اینو بارها بارها تکرار کنی نتیجهش یکسانه تو لحظه حال بله. حالا در آینده ممکنه نتیجه عوض بشه و قشنگی علم به همینه دیگه که خودش از خودش استفاده میکنه و خودش رو به جلو میبره خودش رو نقض میکنه بهتر میکنه به مرور زمان حالا این وسط یه مفهومی هست که خیلی مهمه چیه اینه که فرضیه شما باید قابل نقض شدن باشه انگلیسی چیه فالسیفایبل باید باشه باید بتونی نشون بدی که این فالسه این میتونه غلط باشه اگه فرضیه شما این ویژگی رو نداشته باشه اصلا از علم دوره روش علمی رو نمیتونی روش اعمال کنی خب مثلا من اگه میگفتم که هر بار ایمان میخواد مثلا جوک بگه جوک نه بگم مثلا هر بار چشش مثلا اینجوری میشه لبخند میزنه عمر یه ستاره مثلا نصف میشه چون این فرضیه من فالسیفایبل نیست چون عمر ستاره میلیون ها ساله مثلا ما که ان... نصف بشه خب همین چون نمیتونیم اندازش بگیریم این دیگه علم نیست حرف من روش علمی بهش اعمال نمیشه این یکی از محدودیت های علمه علم و روش علمی که توی این مورد این جور مواردی که فرضی فالسیفایبل نیست قابل نقص شدن نیست اعمال نمیشه کارایی نداره بعد که وارد چی میشه دیگه این فرضیه وارد شبه علم میشه ساینس سودو ساینس آره برو ساینس هم بهش میگن آره چی برو آره برو ساینس همون برادران آره ما همینجا میتونیم آره. ما الان میتونیم اینجا برو ساینس انجام بدیم آره که حالا با مینا هم صحبت کردیم دیگه راجع به شپل و اینا و خرافه و این داستانه وارد اونها میشه خوشگلیه این حرفایی که زدیم از اینجا به بعده که میگه وقتی وارد ماورا و طبیعه میشه دیگه کاری از دست علم بر نمیاد اگه فرزاد بیاد برای اینجا از روح بگه بگه مثلا من روح دیدم یا فرهاد میگفت یا مثلا تو بیای از عرفان برا من بگی کدوم عرفان پایدار دیگه <تصفح> یا مثلا یکی از, از وجود خدا بگه اینا چون مفاهیمی هستن که شما با علم نمیتونی راستی آزمایی کنی نمیتونی اثبات کنی نمیتونی ردشون کنی علم وارد اینا نمیشه اصلا جدا میکنه خودشو آره دیگه چون جوابی براش نداره که حالا تو همین پادکست استاف یو نو جالب داشت میگفت طرف میگفتش که اگه شما مثلا بگی که چون علم وارد این قضايا نمیشه مثلا همین وجود خدا روح هر چیز دیگه هر چیز و طبیعی پس وجود نداره میگه همون اندازه داری اشتباه میکنی که اگه بگی چون علم نمیتونه اینا رو اثبات کنه پس اینا قطعا وجود دارن <applause> این راجع اینا هیچ اثر نظری نداره نمیگه درست و نمیگه وارد نه مثلا چیزه مشیات خانوادگیه واردش نمیشه نمیتونه شما خودتون در خانوادگی حلش کنی. وارد ماورا طبیعی نمیشه چون اطلاعات نمیتونیم جمع بری کنیم چون فالسیفایبل نیستن چون نقض نمیشن اثبات نمیشن یعنی چون میگه از روی ستاره ها نمیشه آینده رو گفت که حتما میشه به نظر من خب یعنی کسایی که متولد مثلا اردی بهشتن همشون یه خاصیت اخلاقی خاص رو ندارن خیلی ده خب سوال پرسیدم واقعا یعنی میگه نه دیگه آدم باید موضوع حرف زدنش باشه آره بعدا من سب نبود برای توضیح میدم اینا رو <تصفيق> <تصفيق> حالا راهکار آره. چیه, چیه راهکار انتخاب شخصی خود ماست از توی ماست. موارد ماورا و طبیعه خب من میتونم به اینا برم اعتقاد پیدا کنم و بسیار دنبال روی این موارد ما طبیعه باشم میتونم ندانم گرایی پیش بگیرم اگناستیسیزم بگیم نمیدونم هست یا نیست خبر نداریم درست. یا اینکه میتونم خودم رو سرگرم کنم با دنیای نامتناهی از موضوعاتی که علم راجبش نظر داره با روش علمی میتونی اثباتش کنی یا ردش کنی آره قوتور بشی در علم این دیگه انتخاب شخصی خود منه و هر کسی هم برای خودش مربوط به خودش مربوط و به احترام هم دیگه به انتخابم هم, هم احترام بسن. آره این هم که قبلا گفتیم خب حالا به این چیزایی که تعریف کردیم معلوم میشه که چرا اکثریت حالا اساتید دانشگاه اونا که پژوهشگرن بیشتر به سمت ندانم گرایی سوق پیدا میکنن تا حالا باور کردن به شپل حالا شپل نه و حالا به تمام چیزای ماورا و طبیعه چرا چون اونقدی دنیا رو به واسطه علم و همین روش علمی درک کردن که بدونن بعضی مطالب پیرامون ماورا و طبیعه خرافه است و اونقدی هم در واقع به علم و روش علمی و محدودیت آگاهی دارن که میدونن نمیتونن با علم و روش علمی اینا رو اثبات یا رد کنن پس به سمت اگناستیسیزم ندانم گرایی پیش میرن که بدم نیست بعد خوب نداره دیگه نظرشونه به بعد بهش احترام بذاریم بله خب شما خودت نسبت به ماور تربیه به کدوم سمت میری بعد زبد نمیشه نه خب نه من به من خودم شخصا همینطوری میزنم خودم به اینکه واقعا نمیدونم من فکر میکردم علم اتفاقا میاتون به خاطر چیز تکامل که مثلا میگه که ببین حالا نکته جالب چیز کردی چیزی چیز کردی ببین مثلا علم میتونه بره بررسی کنه که بدن انسان مثلا از خاک به وجود اومده یا نه مه. خب این یه چیز فالسیفایبلی یه چیزی یه در واقع فرضیه که میتونن برن آزمایش کنن نقضش کنن درست. حالا من احتمالا راجبه یه موضوعی در آینده صحبت خواهم کرد یه چیزی رو با اینکه صحبتش کردم و میخوندم راجبه این بود که بررسی شده و به نتیجه رسیدن که مثلا چه اجزایی از دی ای انسان رو میتونیم به صورت تصادفی تولید کنیم با موادی که میلیون ها میلیارد ها سال پیش رو زمین بوده خواهم ببینن حیات تصادفی بوده یا نه داستان خلق یا چیزه اینکه خلق شده یا, تقامل. یا حالا به صورت تصادفی به وجود اومده اون انفجار اینا. بوده یا مثلا ایولوشن بوده خب و اگه بتونن نشون بدن که به صورت تصادفی ممکنه از مثلا چهار تا ماده که رو کره زمین بوده نم خوردن به هیدروژن و مثلا اکسیژن و فلان به صورت تصادفی دی یه موجودی مم. بتونه به وجود بیاد میتونن میتونن نقض کنن که این آفریده شده توسط حالا یه و طبیعه یا نه به صورت تصادفی این اتفاق میتونه به وجود بیاد نمیدونم بعد بیگ بنگ مثلا این اتفاق افتاد اینا چیزایی که میتونم بررسی کنم ولی وجود حالا روح رو چون قابل اندازه گیری نیست چون آزمایشی نیست که من پنج بار انجام بدم یه نتیجه بده ایمان عین ای همون انجام بده یه نه از این بردا میذاریم <تصفح> <تصفح> <آه. تصفح> آره اینو نمیتونی راجب واردش هم نمیشی آكی. با نل بکی برعکس زجاشو میکشی شما دوبار رو احضار کردی؟ نه واقعا تو جمع دوستات هیچ وقت هیچ جا نبودی؟ نه همه یه جمعه که بودی علمی بوده <تصف> نه روح احضار نمی کرد کسی تو کار سودو ما آره بچه ها کتاباشو <تصف> <تصف> می فروختن و من کتاب نه نداشتم تو آره چی می گفت کتاب؟ نه دک دق... توضیح می داد کن. حالا کتاب <تصف> <در محض تصف> داشت آره. الان پی دی افش آنلاین اومده آره آره دیگه همین هیچ وقت رو احضار نکردی؟ نه متاسم. امشب انتظار کنیم <عصفح> ام جالب برامون چی داری؟ جالب باز ابزای جالب بود مرسی کل جالب بود نه چند تا چیزی یاد گرفت حالا کارون اینو گفت یاد یه تحقیق بود که من تو دانشگاه میکردم خودتون انجام نظر نه یکی از استادام بعد خب من نه مستر بودم نه پیهچی نمیتونستم حالا آیدیا و چیزی که اون تز خودم رو پیش ببرم برای همه اون یکی از تزهاشو یا با. که مثلا یه درصدی فکر میکرد باشه به من گفت من کن بعد دقیقا ایشون جمعه شونه میخورم وسطش یکی از تزهایی که بود و ایشون بهشون معرفی کرد و ایشون و من... پیش میگرفتن جو... بعد حالا دقیقا من سو داشتم دیگه و همون باعث بودم که اون تز همونی بشه که ما داریم میگیم در که مثلا من آزمایش میکردم هر روز ها رو اینطوری این... آ... کاراشون رو انجام میدادم عکس میگرفتم دقیقا میورده بانک آب و خشکشون هر روز غذا میدادیم به سلول من شده بود شنبه یک شنبه میرفتم دانشگاه غذا بدم خلاص بعد به سلول من عکس سلول رو که میگرفتم دقیقا نقض میکرد تز ما رو بعد من اصابم خورد شد اون این تز ما مثلا چیز بعد رفتم به استاد گفتم گفت آره ریسرچ همینه دیگه مثلا همی من قبول نمی‌کردم مثلا ریسرچ نه آره. بودیم در اون حد تو می‌بردی فتوشاپ بعد, بعد نگوش بعد دیتا می اومد من دیتا عوض می‌کردم نگو <تصحیح> ای. اینجا نه چیز بود و ب... استادم در جریان بود اینا بعد همون اوریجینال رو میدادیم بیرون برای اینکه یاد می تشون... خونه مثلا می‌دید که ولی خب استادم مثلا می بهم میگفت که تو زی... تو ساینس خیلی ها مثلا دیتا هم عوض میکنن همینطور همین که کاری که تو میکنی پیپر میدن میرون اصلا بله. با دیتای های علکی ولی دقیقا من سو داشتم آره حالا این نکته ای که فرض داشت میگم خیلی جالبه توی حالا زیست شناسی و پزشکی و اینا خیلی ارزشمنده که شما نتایج آزمایشی که فیل کرده رو منتشر کنید خب <applause> این خیلی ارزش داره به خاطر اینکه باز میشه چهار تا پژوهشگر دیگه نران الکی رو این ایده کار کنه آره. ولی تو حالا دیگه مثلا من خودم کامپیوتر خوندم کسی ایده فیل شده رو نمیواد منتشر کنه نمیگفت ما مثلا این کارو کردیم داشتیم خودمون رو با فلان الگوریتم دیگه مقایسه میکنیم مثلا این 20 درصد بدتر شد <applause> این اصلا هیچ منتشر نمیکنه ولی که تو گفتی چون کمکی نمیکنه خب شاید تو بتونی اون الگوریتمی که وجود داره رو بتونی بهینه بکنی یعنی تو مثلا اون رو نصف راهش رفتن یا رو مغزش تا همونجا کشیده نمیکنن دیگه حالا هیچ پیپری تو هیچ مقاله ای من... نمیاد که بدتر کرده باشه شما بیا تابوشه کنی کن تمام ریجکت میشی دیگه <تصفح> در <دلوقتي> جا <تصفح> ریجکتت میکنن ولی خب حالا قشنگ علم همینه دیگه انگار همه کسایی که توی حالا یه فیلد مشخصی دارن تحقیق انجام میدن انگار اعضای یه پیکرن <تصفح> بنی آره که و اینا به هم نیاز دارن برای همینه که انقدر حالا ژورنال چاپ میشه انقدر هم. کنفرانس انجام میشه تمام پیپ، پیپر اوپن سورس هستن و حالا الان داریم به این سمت میریم که دیتا ها رو هم منتشر کنن حالا برای کامپیوتر مثلا کدی که زدن هم منتشر کنن که عینا یه نفر دیگه بتونه همون شرایط رو تست کنه و نتایج یکسان بگیره همون فالسیفایبل بودن بچا همون قابل آزمایش بودن باید قابل آزمایش باشه جالبه جالب بگو برامون چند تا همینطوری که پرسیده بودیم که بچه ها اینستاگرام بگن جالب هفته متین الان خیلی خلاصه گفت ولنتاین و خب بگیم این هفته که میاد روز ولنتاینه روز عشقه <applause> برای من که گفتم روز عشقه, روز عشقه. بر... بر... آره اول اپیزودم کارون شروع کرد و چهاردهم <applause> فوریه زیاد پول خرج نکنید دیگه آره اینا بازی های سرمایه داری اینا به زور میخوان شما من و چیز قرمز بکنید. من یک سال یادم خیلی سرم شروع بود اینا و خب نیاز بود که ولنتان یه کاری بکنیم به هر حال روز بله روز ولنتاین که میخواستم گل گل بخرم گل طبیعی <applause> نبود مصنوعی همون دسته گل دست رو مثلا نه دو سه روز پیش مثلا 20 دلار می‌خریدی آره من از اون گلمو خریدم تو <applause> <applause> شده بود 80 دلار آره خیلی چیزه همون روز یه روز گرون میشه از 3 4 برابر میشه وارد این بازی شیز، و الان که دارم میخورم در مورد کلا اون روز یه ایونت مسیحی هم هست اینطوری که ولنتاین استاد چیز بودن و حالا اینطوری که ما دوباره جدی میریم سمتش تو ایران آره ولی خب روز عشق کارون <تصفح> البته <تصفح> زیاد چیز نیست خب. خب دیگه چی داری؟ در مورد اون یا... از گدهاتون عکس بگیریم بفرستید ما عدد میدیم بهشون آره اینا میشه یه خبر اومده بود هی hey, میخوایم از این کرونا بریم اون نمیشه ولی PS5 قرار بوده بیاد بیرون به خاطر این شایع استم شایع است من به نظرم شایع است به نظر خوندی چی خیلی نه من خیلی در مورد پی اس 5 خوندم الان اتفاقی که افتاده آشغال کالاه توی هشت سال گذشته از 2014 فکر کنم پی اس اون خیلی داره تاریک میشه کاش بریم اونو زوم من... از 2000 دوزارو... چرا؟ توی چون که من حالا بهت میگم اون زومو من لاک میکنم معمولا آتو فوکس ها بزن نه 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 فوکسش نیست میبینی اون چیز عقبیه رو باید بچرخونی دو تا دستگیری داره نه نه اون یکی عقبتا آها PS ف... در واقع پلیستیشن خیلی جلو افتاد از اکس باکس توی این در واقع بین اکس باکس اکس و پی اس فور آن؟ آره آره پی اس اکس باکس, باکس, باکس وان Xbox1 باکس وان پی اس خیلی جلو افتاد اصلا تعداد دستگاهی که فروختن و اینا خیلی زیاد شد و برای همین خیلی الان جلوه الان اصلا عجله نداری که بخواد چیزی رو به صورت خیلی مثلا عجله بده بیرون با اینکه پرسش Xbox الان ایکس جدید و سیریز ایکس اومده ریلیس کرده و مثلا گفته این شکلی و فلان و اینا ولی Xbox باکس چیزی نگفته میگن که به خاطر اینه که این کرونا اینا نمیتونن چیزی در واقع تولید بکنن ولی اینطوری این نیست مثل اینکه هنوز سر قیمتش و نحوه مارکتینگش توی پلی هنوز به نتیجه نرسیدن برای همین هنوز دارن تلاش میکنن چون که قرار بود چند تا رومر بود که تا آخر تا شاید. آره تا چهارم فوریه مثل قرار بود یه بار چیز بشه اینو مثلا بگم PS5 چه شکلی یا مثلا اکسی چیزی ازش بدم بیرون ولی هنوز چی نگفتن ولی خب احتمال 99 درصد تا آخر 2020 میاد بیرون دیگه معمولا برای هالیدی سیزن یا همون کریسمس و اینا میاد بیرون مبارک آقا هفته پیش یک شنبه مسابقه سوپر بول بود که مسابقه چمپیونشیپ فینال جام حذفی فوتبال آمریکا هم بعد میخواستم نظرتون رو نمیدونم دیدید یا نه من ندیدم, من ندیدم ولی خیلی چیز در مورد شنیدم پرفورمنس جیلو رو مثل اینکه شکیرا ج... جنیفر جنیفر هم... آره من دیدم از میله از, از میله از... میل میل با... بود در مورد دوستان آدم یعنی آدم شکیرایی هستید یا آدم جیلویی؟ ماشاءالله <تصفح> 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 خدا واقعا چیز اینو نگه داره نه چیز... نه داشتش میگفتش که اینا این رفته بود رو میله و اینا رقصی که حالا توی بله سریپ کلاب و اینا انجام میدن چیز کرده بود بعد میدونی که چند وقت پیشم یه فیلم میداد آره آره حاصله هاسل. که توی همین وادیا بود بعد تریبر داشت میگفت من اگه به خاطر یه فیلم رفته بودم یه رقص جدید یاد گرفته بودم توی فینال سوپر بول که چی تو خیابونم راه می‌رفتم همین رقص رو اجرا می‌کردم چون ایراد گرفتن که چرا مثلا اون وسط رفته بود رو میله و چرخ زده بود و این داشت میگفت بابا اینو آرته اینا همش آرته و رفتن روی میلم آرته بیا بعد بگی حرفشو بگو نه می‌خواستم ازتون بپرسم شما تو شرط بندی نکرده بودی جیلوی شکیرایی والا خدا ما در خرقلا هیچ او نوشته بود پیکه سوا میره با مسی بازی میکنه شبا هم میاد تو با کیفیت های دنیا من واقعا صحبت ندارم عشنگ گفته بود ولی در مورد شرط بندی چی آها چیزی که از در مورد تمام قسمت های مختلف این بازی میشه شرط بندی کرد آه. از چه میدونم اینکه زیپش الورد کسی باز بشه از اینکه مثلا کلاه یکی بیفته یا یه پرنده بیا تو استادیوم آره مثلا یا میدن خوندن فلان آهنگ آخرشو آره <applause> آره, آره خلاصه این شرط بندی فقط در ایران نه در تمام اقصان اوقات دنیا خیلی الان آره بیزنس دیگه بر خودش خیلی مراقب باشید اگه شرط بندی میکنید مراقب نمیخوایید. باشید زندگیتون رو از دست خود ندید خود, خود برو بید. اینجا همین الان میخوام اعلام کنم اسمش انتخاب کرد بگو خود بد دات کام پشتیبانی همیشگی آره پشتیبانی همیشگی آره پشتیبانی همیشگی آره با هدفون فراد هم خوبه دیگه پول ده آه دستش نمیشه که اونجا حواستون باشه اگه مشکل دارین تیکت بزنید به پشتیبانی آقا یه خبر دیگه اومده بود خیلی خنده‌دار رو به نظر من آقا ما شرط نداریم ما چرت و پرت گفتیم خنده‌دار مثلا هو مثلا یکی میره خودت میذاره فکر کنم برام به قرآن برام نیست ما فقط خودکست دات کام برام است یه خانومی تو شهر کلیولند آمریکا ایالت اوهایو بله ایشونو پلیس گرفته به خاطر که به یه شخص دیگه تو خیابون رفته همینجا چاقو زده چرا آقا چاقو میزنی به این فله چاقو زدم بخواه گفته که چون این خز پوشیده بوده مثلا خز و ام... که... پوست هیوان بعد خ... پوست <تصفح> <زده> بعد <بوده> <تصفح> زده بود چاقو زده بوده طرف رفته بیمار تو دست و شکم و اینا چاقو زده چاقو آشپز کنه بعد بردن هیستوری این زنه دیدن. دیدن بازم چاقو زده آدم ها واسه همین کار که گفته آقا چرا شما خز و پوست حیوان پوشیدید از حقوق حیوانات آره با چاقو خیلی خنده دار بود میشینه بالا درخت با تیل کم آدم رو میزنه حالا اینه که میگی جالبه یکی از دوستان توی یه فروشگاه اینجا کار میکنن که کابشن خیلی مرغوب میفروشه و اینکه همش تقویم پوست حیوان و ایناست خب توی کانادا بعضی جای کانادا خیلی سرد میشه و واقعا نیاز هست به همچین کابشنایی این از بین رفت ولی حالا ایشون رفته بودن و برها اونجا کار میکردن و اینا دیدن که بهشون گفتن از قبل که امروز تظاهرات قراره بشه و اینکه اومدن جلوی چیز اومدن جلوی مغازه و شروع کردن پلوکورد گرفتن و شعور دادن و فلان و اینا و نمیذاشن آدما بیان تو و خیلی جوان میگفتش که یه سری مشتری آسیایی داشتیم که اینا اومده بودن توی مغازه و اینا مثل این که خیلی میخرن آسیایی یا از این برند میگفتش که آره اینا اصلا براشون مهم نبود از لای این جمعیت اومدن تو و از در پشت رفتم بیرون گفت اومد 25 دلار کابشن خرید و از در پشت ایشون رفتن بیرون خورسته خواستم بدونید که همه جا هست بله خیلی خب دیگر. این بود قسمت 199 ما توی تمام فضای مجازی اسم پادکست توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام و تصویری این برنامه رو میتونید توی یوتیوب تماشا بکنید ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام پادکست تاکس که میتونید اونجا برای ما های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدید دیگه برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ خدافظ